برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر کانون توجه‌های جهانی است. ممانعت تهران از حضور بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای در دو تأسیسات اتمی‌اش بحث داغ نشست شورای حکام آژانس در وین. رافائل گروسی رئیس آژانس از ایران خواستار همکاری فوری و کامل شده. هرگز چنین موردی را نداشته ایم و هرچند که سخت است، اما بیایید برای یک لحظه ایران را فراموش کنیم. اگر بر اساس پروتکل الحاقی درخواست دسترسی کامل رد شود، این یک موضوع جدی است. این مسئله نیست که من بتوانم آن را بایگانی کنم و به کارم ادامه دهم. این نهاد ناظر هسته‌ای هفته گذشته در گزارش اعلام کرد که حدود 2 ماه پیش ایران اجازه بازرسی از 2 تأسیسات هسته‌ای خود را نداده است. رافائل گروسی میگوید پرسش‌هایی درباره احتمال وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در 3 منطقه وجود دارد که توسط تهران اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید که این تأسیسات مربوط به پروژه‌های هسته‌ای نظامی ایران است که ادعا می‌شود در سال‌های 2000 راه‌اندازی شد و فعالیت‌های کنونی تهران نیست. کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در سازمان ملل هم هفته گذشته گفته بود که تهران هیچ اجباری برای دادن مجوز به آژانس برای بازرسی مناطقی ندارد که بر اساس اطلاعات ساختگی است. تهران آمریکا و اسرائیل را متهم می‌کند که آژانس را تحت فشار قرار دادند. با این حال آژانس میگوید این اطلاعات درباره تأسیسات ایران را از منابع مختلفی به دست آورده و معتبر است. بیاد داشته باشید که ما باید اطمینان حاصل کنیم که اظهارات ایران کامل و درست هستند. بنابراین وقتی ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد احتمال وجود اطلاعات، فعالیت‌ها و موادی که در این اظهارات نیستند، ما باید خواستار روشنگری در این زمینه شویم و در حال انجام همین کار هم هستیم. We have to ask for clarification, and this is all we are doing. گزارش هفته پیش آژانس از ادامه کاهش تعهدات ایران در برجام هم حکایت داشت. در توافق هسته‌ای به تهران پیشنهاد شده بود که تحریم‌های تهران در ازای محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور لغو شود. با این حال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا، ایران هم دست به کاهش تعهدات برجامی خود زد. اقدامی که موجب اختلاف 3 عضو اروپایی برجام با تهران شد. چین، بریتانیا، آلمان، فرانسه و روسیه با برگزاری نشست‌هایی با ایران کوشیدند که این پیمان را حفظ کنند. با این حال همکاری نکردن ایران با آژانس می‌تواند آغازگر بحران تازه‌ای برای تهران در کنار مناقشه‌ها بر سر برجام باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.